سرخط خبرها، تصمیم نهایی بایدن درباره تحریم‌های سپاه، واکنش آمریکا به ترور شهید خدایی در تهران، پیام محرمانه تل آویو به حماس به دنبال تشدید تنش نیستیم و بازداشت‌های گسترده و اعلام وضعیت اضطراری در اسلام آباد در آستانه تظاهرات ضد دولتی. مشروع اخبار. تصمیم نهایی بایدن درباره تحریم‌های سپاه، به گفته یک مقام ارشد غربی، رئیس جمهور جو بایدن تصمیم خود را برای نگه داشتن سپاه پاسداران در لیست سیاه تروریستی نهایی کرده است. در ادامه این مطلب آمده است یکی دیگر از افراد مطلع گفت که بایدن تصمیم خود را در 24 آوریل طی تماس تلفنی با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد و افزود که این تصمیم کاملا نهایی اعلام شده است. یک مقام آمریکایی آگاه به این موضوع ماه گذشته به پولیتیکو گفت موضع ایالات متحده این بوده است که تا زمانی که ایران با برداشتن گام‌های خاصی برای کاهش نگرانی‌های امنیتی فراتر از برجام موافقت نکند، واشنگتن سپاه را از لیست تروریستی که خود بحثی فراتر از برجام است حذف نخواهد کرد. واکنش آمریکا به ترور شهید خدایی در تهران. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار این ادعا که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام در راستای منافع واشنگتن است مدعی شد که ایالات متحده در ترور شهید مدافع حرم حسن صیاد خدایی نقشی نداشته است. به گزارش اینا، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر سه‌شنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ادعای پولیتیکو مبنی بر تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خصوص نگه داشتن نام سپاه در فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی خارجی با بیان اینکه بارها در این باره از او سوال شده است ادعا کرد می‌خواهیم شاهد بازگشت متقابل به پایبندی به برجام باشیم، زیرا این امر در راستای منافع ملی آمریکاست. وی بدون اشاره به زیادی خواهی‌های واشنگتن افزود که لغو تحریم‌ها با بازگشت به پایبندی به برجام محقق خواهد شد و این موضوع با همتایان ایرانی از طریق متحدان اروپایی در حال بررسی است. پیام محرمانه تل آویو به حماس به دنبال تشدید تنش نیستیم. شبکه 13 ابری فاش کرد پس از تهدیدهای مقاومت فلسطین در نوار غزه مبنی بر حمله به رژیم صهیونیستی در صورت اجازه به برگزاری راهپیمایی پرچم در روز یکشنبه، دولت صهیونیستی از طریق مصر و قطر پیامی محرمانه به جنبش مقاومت اسلامی حماس ارسال کرده است. به گزارش ایسنا، هیلر تحلیلگر امور نظامی در کانال 13 ابری به نقل از منابع عالی رتبه در دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی گفت دولت اسرائیل از طریق سرویس اطلاعات مصر و محمد العمادی نماینده قطر در غزه پیامی به حماس در غزه ارسال کرد. این تحلیلگر نوشت از متن پیام مشخص می شود که دولت اسرائیل علاقه به تشدید تنش با حماس ندارد و به دنبال انجام عملیات نظامی علیه نوار غزه نیست. در این پیام محرمانه تاکید شده است که هیچ چیزی در راهپیمایی پرچم اسرائیل که یکشنبه هفته آینده 29 ماه جاری برگزار می شود تغییر نخواهد کرد و این راهپیمایی بر وضعیت موجود شهر قدس تأثیری ندارد. و بازداشت‌های گسترده و اعلام وضعیت اضطراری در اسلام آباد در آستانه تظاهرات ضد دولتی، همزمان با آمادگی حامیان حزب تحریک انصاف در پاکستان برای برگزاری راهپیمایی‌های ضد دولتی و حرکت به سمت پایتخت، نهادهای مجری قانون ضمن اعلام وضعیت اضطراری و اجرای قانون منع آمد و رفت در اسلام آباد و چند شهر دیگر ده‌ها نفر از مخالفان سیاسی را بازداشت کردند. به گزارش روز چهارشنبه اینا از رسانه‌های پاکستانی، امروز قرار است تظاهرات گسترده موسوم به راهپیمایی آزادی به رهبری عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان به سمت اسلام آباد برگزار شود. این در حالی است که تدابیر شدید امنیتی در داخل و خارج از شهر اسلام آباد اتخاذ شده و دولت اعلام کرد که به هیچ قیمتی اجازه ورود کاروانهای سیاسی و معترضان به محدوده پایتخت را نخواهد داد. گزارش شبکه‌های خبری پاکستان از حضور 22 هزار نفر از نیروهای امنیتی از جمله یگان ضد شورش در مناطق مختلف شهر اسلام آباد از جمله منطقه قرمز، مسدود شدن کامل مسیرهای منتهی به شهر اسلام آباد از جمله قطع راه‌های ارتباطی میان این دو شهر همجوار اسلام آباد و راولپندی حکایت دارد.